سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه. با آخرین قسمت از امتحان نهایی برای رشته ریاضی و یکی مونده به آخر بچه های تجربی در خدمت هستیم. فصل مشتق، فصل چهارتون که برای امتحان نهایی بچه ریاضی همینجا تموم میشه، ولی برای بچه های تجربی کاربرد مشتق هم هست که اونو در روزهای آینده تو کانال میذارم. خوب دقت کنید بچه ها، کلا مشتق یه سری قواعد مشتقگیری داره خب که باید بلد باشین. مشتق ضرب و مشتق تقسیم و مشتق رادیکالیا و مشتق عدد و اینا هستن، مشتق عبارت تواندار رو به این صورت. یه نوع سوالش از مشتق بگیرید با استفاده از تعریف مشتقه، یعنی شما با استفاده از تعریف مشتق باید بتونید مشتق بگید که اون از حد میاد، یعنی یه نوع تیپ سوالش اونه. و تیپ سوال بعدیش اینه که آقا از روی نمودار بتونید مشتق رو تشخیص بدیم، حالا کدوم مشتقش بزرگتره، کدوم مشتقش کوچیکتره. و یه تیپ سوالاش هم چیه؟ آهنگ تغییر متوسط و آهنگ تغییر لحظه‌ای یا آنی هستش که اینا رو باید بلد باشید. ما کم کم بریم روی سوالا و توی سوالا نکاتش رو بگیم. خوب دقت کنید، سوال اول خوب بهش دقت کنید چی گفته. گفته یک توده باکتری پس از تی ساعت دارای جرم ایکس تی مساوی با رادیکال تی به علاوه 2 تی 3 گرم است. آهنگ تغییر متوسط جرم این توده در بازه زمانی 3 تا 4 چقدر است؟ خوب دقت کنید بچه‌ها. آهنگ تغییر متوسط بین 2 تا نقطه است، 3 و 4 مثلا اینجا گفت. حالا ما اینجا میگیریم او بی که رابطه‌اش رو بنویسیم. FAB منهای FA بر روی B منهای A. پس تو آهنگ متوسط به چی کار داریم؟ به دو تا نقطه کار داریم، FAB منهای FA بر روی B منهای A. آهنگ لحظه‌ای چیه؟ آهنگ لحظه‌ای مشتق اون تابع تو نقطه دلخواهمونه که حالا بگیم A. اینجا از ما چی رو خواسته؟ آهنگ تغییر متوسط، درسته؟ خب پس من میام میگه این اگه من F در نظر بگیرم، میگم آقا این رابطه رو برای طراح برای مصحح می نویسم، بعد چی میگم؟ میگم آقا F4 منهای F3 بر روی 4 منهای 3 که 4 منهای 3 چند میشه؟ 1. حالا F4 چنده؟ رادیکال 4 میشه 2، به علاوه 4 به توان 3 میشه 64، 2 تا 64 میشه 128، 128 به علاوه 2 میشه چی؟ 130 منهای 3 بذارم، رادیکال 3 به علاوه 3 به توان 3 میشه 27، 2 تا 27 میشه 54. حالا اگه کم کنم 130 منهای 54 کنم، 10 و 4 میشه 6، انزه 12 میشه 76 منهای رادیکال 3. پس این میشه آهنگ تغییر متوسط این توده باکتری که به دست اومده. پس آهنگ تغییر متوسط میشه اف بی منهای اف آ بر روی بی منهای آ، و آهنگ لحظه‌ای میشه مشتق تابع تو نقطه‌ای که از ما خواسته. بریم سراغ سوال بعدیمون. خب سوال دوم گفته مشتق تابع داده شده رو بیابید. ما اینجا قواعد مشتق گیری بلد باشیم. من اول نکاتش رو میگم بعد چاره بدیم سراغ حل سوال. فرض کنید دو تا تابع دارن تو همدیگه ضرب میشن، خب مشتق اینا چی میشه؟ میشه مشتق اولی در خود دومی به علاوه مشتق دومی در خود اولی. این میشه مشتق چی؟ ضرب. دو تا تابع دارن تو هم دیگه ضرب میشه، میگه مشتق اولی رو بگیر دومی رو توش ضرب کن، به علاوه مشتق دومی رو بگیر اولی رو توش ضرب کن. خب مثلا مشتق تقسیم، دو تا عبارت دارن هم دیگه تقسیم میشن، میشه مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت بر روی مخرج به توان 2. این هم میشه چی؟ مشتق تقسیم. حالا مشتق عدد چیه بچه ها؟ ما میدونیم مشتق صفر. مشتق x به توان n یعنی یک عبارتی که توان داره، میگه ما توان میاد پشتش یه دونه ازش کم میشه. مشتق آ ایکس چی میشه؟ ضریب ایکس میشه، میشه آ. تا اینجا قبوله؟ خب حالا اگه ما یک عبارتی داشتیم که به توان n مثلا رسیده، این مشتقش چی میشه؟ میگه آقا اول میایم توان میاریم پایین، همون عبارت رو مینویسیم یه دونه ازش کم میکنیم، بعد میایم مشتق خود این عبارت رو میگیریم.
قبوله. این چیزایی هست که شما باید چیکار کنید بلد باشید. یه دونه هم هست راجع به رادیکالی هست که هم بهتون میگم رادیکال با فرجه زوج. یک عبارت اینجا داریم، اینجا فرجش چیه؟ زوجه و زوج دو هم هست. میگیم یک بر روی دو رادیکال عبارت در مشتق اون عبارت. این هم میشه چی؟ مشتق عبارت رادیکالی. حالا با این معلوماتمون بریم سوالا رو حل کنیم. اینا رو بنویسید که بریم سوالا رو حل کنیم. خب سوال دو میگه مشتق تابع داده شده رو بیابید. خب دو تا عبارت اول دارن تا هم ضرب میشن، درسته؟ پس میگم f پریم x پریم معنای مشتق. مشتق اولی، مشتق اولی چی میشه؟ 3x2 که میشه چی؟ دو بیاد پایین یه دونه ازش کم بشه میشه 6x. مشتق عددم که صفره. در خود دومی 2x منهای 5 به توان 3. به علاوه مشتق دومی یک عبارتیه به توان 3 رسیده. اول توان رو بیارم پشت میشه 3 تا 2x منهای 5 به توان 2. بعد مشتق گفتم همینو بگیرم، مشتق 2x میشه 2 مشتق عددم که صفره، کاری نداریم، بس 2 مشتق 2x منهای 5. در اولی که بوده چی؟ 3x2 منهای 4. دیگه لازم به ساده کردن هم نیست، همین کافی. بریم بعدی. آقا مشتق تقسیمه، مشتق صورت میشه 2x منهای 3 در مخرج منفی 3x به علاوه 2 منهای مشتق مخرج میشه منفی 3، عدد صفر دیگه. در صورت x2 منهای 3x به علاوه چند؟ 1 بر روی مخرج به توان دو. حالا خب بریم پایینی قسمت پ. دو تا عبارت دارن تو هم دیگه چی میشن؟ ضرب میشن. میشه مشتق اولی رادیکالیه با فرجه دو، یک بر روی دو رادیکال عبارت. در مشتق عبارت ما چنده؟ سه. در خود دومی x به علاوه یک به علاوه مشتق دومی x به توان سه چی میشه؟ 3x2. در خود اولی رادیکال 3x به علاوه چند؟ 2. بریم قسمت ت. مشتق چیه؟ تقسیمه. میگیم مشتق صورت 9 در مخرج منهای مشتق مخرج عبارت رادیکالیه. مشتق x هم چند؟ 1 دیگه نمی‌نویسیم. در صورت بر روی چی؟ مخرج به توان 2 که میشه x. اینم از سوال دوم. بنویسین و یه بار خودتون حل کنید بریم سراغ سوال بعدی. سوال سوم میگه مشتق توابع زیرا به دست آوری، ساده کردن مشتق الزامی نیست. خب یه عبارتی داره به توان میرسه، بس اول توان میاد پایین، خود عبارت رو مینویسیم به توان 4. بعد حالا مشتق چی؟ خود عبارت. x 4 چی میشه؟ 4x 3. 3x چی میشه؟ منویس. قبوله، این میشه مشتق. حالا بریم سراغ قسمت ب. عبارت چیه؟ کسریه. مشتق صورت یک بر روی دو رادیکال x در مخرج منهای مشتق مخرج که یک مشتق صفر منفی x میشه منفی 1. در صورت رادیکال x بر روی مخرج به توان 2. قبوله؟ خب بریم سراغ سوال بعدیمون. گفته مشتق دوم این را بیابید. خب اول بس یه بار مشتق بگیریم ازش. f پریم x مساوی با مشتق صورت 1 در مخرج منهای مشتق مخرج چیه؟ 1. در صورت بر روی مخرج به توان 2. یکم ساده ترش کنیم اینو واسه مشتق دوم گرفتن. این که همون x به علاوه 2، این منفی x به علاوه 1. پس کلا این میشه 3 بر روی x به علاوه 2 به توان چند؟ 2. قبوله؟ x با منفی x میره دیگه. حالا از این دوباره مشتق بگیرم. بگم مشتق صورت که صفره در مخرج منهای مشتق مخرج، نها کن عبارت داره به توان میرسه، اول توان میاد پایین بعد خود مشتق x که میشه 1. در صورت ضرب در چند؟ 3. بر روی x به علاوه 2 به توان چند؟ 4 دیگه. وقتی 2 به توان 2 برسه میشه چند؟ 4. که این از اینجا میشه 0، بعد اینجا میشه منفی 2x منهای 4 ضرب در چند؟ 3 بر روی x به علاوه 2 به توان 4.
این ضرب چی میشه؟ منهای 6 x منهای 12 بر روی x به علاوه 2 به توان 4. حالا ساده کردنش هم مهم نبود، چون کلا تو امتحان نهایی به ساده کردن مشتق زیاد اهمیت نمیده. اینا از سوال 4. بنویسیم بریم سوال بعدی. سوال 5 چی گفته؟ میگه اگر شعاع کره ای از 2 سانتی متر به 4 سانتی متر افزایش یابد، آهنگ متوسط تغییر حجم کره رو بیابید. خب آهنگ متوسط دیگه نیاز به چند تا نقطه داشتیم؟ دو تا نقطه داشتیم. خب الان دو تا است دیگه، یه بار آر 2 یه بار آر چیه؟ 4. ولی آیا تابعشو به من داده؟ نداده. ولی تو سوال گفته حجم کره. حجم کره چی میشه؟ v مساوی با 4 سوم پی آر 3. خب پس یه بار میگیم آقا v 4 منهای v 2 بر روی 4 منهای چند؟ 2. 4 منهای 2 چند میشه؟ 2. 4 بذارم اینجا، 4 به توانست میشه 64. زد در 4 تقسیم بر چند؟ 3. ایشون هم پی منهای، حالا وی 2 بذارم، 2 به توانست میشه 8. 8 4 تا میشه 32 تا، میشه 32 پی بر روی 3. حالا مخرج مشترک که 3 باشه، اینجا میشه 64 ضرب در 4، 4 4 تا 16 تا 4 6 تا 24 256 پی منهای 32 پی تقسیم بر چند؟ 2. 6 از 2 کم کنیم میشه 4، 5 از 3 کم کنیم میشه 2، میشه 224 پی بر روی چند؟ 6. حالا باز اگه بخوای ساده کنی این میشه 112، این میشه 3، میشه 112 پی بر روی 3، میشه آهنگ متوسط تغییر حجم. بریم سراغ سوال 6. چی گفته؟ گفته در تابع fx مساوی با x2 منهای 3x به علاوه 1، آهنگ متوسط تغییر تابع در بازه 2 تا 6 با آهنگ لحظه‌ای تغییر در کدام نقطه برابر است؟ یعنی شما آهنگ متوسط اینو حساب کن، بعد آهنگ لحظه‌ایش هم حساب کن، ولی نقطه آهنگ لحظه‌ایشو نمیدونیم، اون نقطه رو باید به دست بیاریم، با هم دیگه چیکار کنیم؟ برابر قرار بدیم. خب آهنگ متوسط چی میشه؟ میشه f6 منهای f2، 6 منهای 2 چند میشه؟ 4. این برابر چیه؟ آهنگ لحظه‌ای. مشتق بگیرم میشه 2x منهای چند؟ 3. حالا f6 چی میشه؟ 6 به توان 36 منهای 18 میشه 18 به علاوه 1 میشه 19. f2 چند میشه؟ 2 به توان 4، 4 به علاوه 1 5، 5 منهای 6 میشه منهای 1، با این منفی میشه به علاوه 1 بر روی چند؟ 4 مساوی با 2x منهای چند؟ 3. ایشون میشه 20، 20 تقسیم بر 4 میشه 5، 3 بیاد این ور، 5 به علاوه 3 میشه 8 مساوی 2x. پس x من چند شده؟ 4. پس آهنگ لحظه‌ای باید تو نقطه 4 باشه که با آهنگ متوسط تو بازه 2 تا 6 برابر باشه. خب این هم از سوال 6. بچه سوال 7 یه خورده سخت و خیلی مهمه، بنویسید اینا رو، میخواین خودتون یه فکر روش بکنید، چون تو تمرین کتابتون هم بوده. خب بعد حل منو ببینید. ببینیم سوال 7 چی میگه. میگه معادلات نیم مماس های راست و چپ تابع اینا در نقطه xf مساوی 1 بنویسیم. بچه ها نگاه کنین، هر وقت به شما بگه مشتق بگیرید مشتق میگیرید، خب ولی تو سوالی که میگه با استفاده از تعریف مشتق، خب یا مثلا به شما میگه که شما چیکار کنید، بیاین معادله خط مماس یا قائم بنویسید، اون موقع شما باید با استفاده از تعریف مشتق برید واسه مشتق گرفتن. الان وقتی این میگه معادله نیم مماس راست و چپ تابع این تو نقطه یک، یعنی یک بار باید مشتق راست بگیریم، یک بار باید مشتق چی بگیریم؟ چپ بگیریم دیگه. خب اول اینکه تعریف مشتق رو با استفاده از حد باید بدونیم. لیمیت fx منهای fx صفر x منهای x صفر، x هم داره میره به سمت چی؟ x صفر. بچه ها این تعریف نوشتنش توی امتحان نهایی نمره داره، نمره داره، قبوله؟ خب حالا میخوام الان معادله نیم مماس حساب کنیم. اول باید شیب داشته باشیم دیگه، درسته؟ شیب با استفاده از چی به دست میاد؟ مشتق. پس میگم لیمیت fx منهای f1 بر روی x منهای، حالا x شون به سمت 1 بیشتر، چون میخوام فعلا نیم مماس راست رو حساب کنیم، اینجا میشه 1 بیشتر، اینجا میشه 1 بیشتر، درسته؟ خب حالا یک بذارم اینجا میشه صفر، پس فقط اینجا fx مونده، x2 منهای 1 بر روی چی؟ x منهای 1. حالا
آقا یک بیشتر به توان دو میشه یک بیشتر، منهای یک میشه صفر بیشتر، مثبت شده خودش میاد بیرون. پس چی میشه؟ x2 منهای یک بر روی x منهای. حالا اینو میتونم با استفاده از اتحاد بازش کنم. حالا x منهای یک با x منهای یک از بین میره، جای x ها باید چند بذارم؟ یک بذارم. پس جواب این چی میشه؟ دو. پس مشتق راست من چند شده؟ دو. خب مشتق راست شده میشه y منهای y صفر m در x منهای x صفر. x صفر چند بوده؟ یک. y صفر هم که حساب کردیم شده صفر. پس y میشه m هم که بوده دو در x منهای یک، یعنی دو x منهای دو. این میشه معادله نیم مماس راست. حالا بریم واسه نیم مماس چپ. لیمیت f x منهای f یک کمتر در روی x منهای یک کمتر x به سمت یک کمتر. خب پایین که همون x منهای یک، اینم که صفر. f x رو من دارم x2 منهای یک، جاش یک کمتر بذارم به توان دو میشه یک کمتر، منهای یک میشه صفر کمتر، صفر کمتر منفی قرینش میاد بیرون، منفی x2 به علاوه یک در روی x منهای. از یه منفیش فاکتور بگیرم میشه x2 منهای 1 بر روی x منهای. اینو بازش کنم چی میشه؟ x منهای 1 x به علاوه 1. این x منهای 1 با این x منهای 1 میره، جاش شم بذارم 1 میشه 2، با این منفی میشه منفی 2. حالا میشه y مساوی با منفی 2 تا x منهای 1 که yش میشه منفی 2x به علاوه چند؟ 2. اینم نیم مماس چی میشه؟ چپ میشه. مهمش چی بود بچه‌ها؟ اینو بنویسین، یعنی مشتق رو همینجوری فرتی نریم بگین 2x، اینجوری بیاریم به دست بیاریم. این سوال چند؟ 7. بریم سراغ سوال 8. سوال 8 گفته معادله خط مماس بر منحنی fx مساوی با رادیکال x2 به علاوه 3x را در نقطه‌ای به طول یک واقع بر منحنی بنویسید. خب y منهای y صفر m در x منهای x صفر. خب x صفر چنده؟ یکه. از y منهای m در x منهای یک. y صفر چنده؟ جاگذاری کنیم. f یک چند میشه؟ میشه یک به علاوه 3 میشه رادیکال 4 که میشه 2. حالا بریم سراغ m. m یعنی چی؟ شیب خط یا همون مشتق تابمون تو نقطه چند؟ یک. مشتق بگیرم ازش میشه یک بر روی 2 رادیکال عبارت در مشتق این عبارت که میشه 2x به علاوه 3، جا چند بذارم؟ 1 بذارم. 1 به علاوه 3 میشه 4، رادیکال 4 2 2 2 تا میشه 4 تا میشه 1 چهارم ضرب در. اینجا 1 بذارم میشه 5، میشه 5 چهارم. پس جای m میشه 5 چهارم. این میشه معادله خط مماس. بریم سوال بعدی. میگه آقا fx من از 3x تا منهای 2x به علاوه 1 f بریم 2 را به دست آورده و معادله خط مماس بر منحنی f را در نقطه ای به طول دو واقع برام بنویسین. خب میخوام اینو به دست بیاریم، درسته؟ چی میشه؟ میشه f بریم x مساویه با 6x منهای 2، جاش چند بذاریم؟ 2 بذاریم. 6 تا 12 منهای 2 چند میشه؟ 10. قبوله؟ حالا میشه y منهای y صفر m در x منهای x صفر. خب x صفر من چنده؟ خوش گفته در نقطه‌ای به طول 2، اینشون 2. y صفر چنده حساب کنم؟ 2 به توان 2 4. 4 تا 12 تا 12 به علاوه 1 13، 13 منهای 4 چند میشه؟ 9. پس y ما اینجا میشه 9. میشه y منهای 9 mx منهای 2 m. m ما چند شده؟ 10. میشه y مساوی با 10x منهای 20، 9 به رونور میشه به علاوه 20 که میشه چند؟ منهای 20 به علاوه اینو میشه منهای 11. این میشه معادله خط مماس بر اون منحنی. بچه ها اینو میتونید با استفاده از تعریف مشتق هم حساب کنید. اینو بس با استفاده از تعریف مشتق هم میشه. چطور؟ لیمیت fx 3x2 منهای 2x به علاوه 1 منهای f چند؟ 2 دیگه. 2 بذاریم چند میشه؟ 2 به توان 2 4 4 3 12 تا 12 به علاوه 1 13، 13 منهای 4 چند میشه؟ 9. منهای 9 بر روی x منهای 2، x هم داره به سمت چند میره؟ 2 میره. اینجا میشه چند؟ منهای 8. حالا عامل مبهم شما x منهای 2 دیگه، درسته؟ بیام 3x2 منهای 2x منهای 8 رو تقسیم چند جمله یا کنم به x منهای 2. خب خوب نگاه کنید، 3x2 منهای 2x منهای 8
تقسیم بر x منهای 2. اینجا چی میخواد؟ یه 3x میخواد، میشه 3x2 منهای 6x، قرینه قرینه میشه 4x منهای 8. اینجا چی میخواد؟ یه به علاوه 4 میخواد که میشه 4x منهای 8 قرینه قرینه میشه 0. پس من به جای این عبارتم چی میتونم بذارم؟ میتونم بذارم x منهای 2 در 3x به علاوه 4 بر روی x منهای 2. حالا این دوتا با هم دیگه میرن، جای x هم 2 بذارم 3 دوتا میشه 6، تا 6 و 4 میشه 10، دوباره به همین میرسن. پس برای تر را همینجوری بنویسید، هم اینجوری بنویسید که ببینه شما چقدر بلدید، نفکر کنه ببینه شما چقدر بلدیم که نمره کامل بده. اگر یه جایی مثلا کمتر نوشته میگه آقا این بلد بوده، احتمال اینجا حواسش نبوده، اون نمره اون که سوالم بهتون کامل بده. پس اینم از سوال 9. بریم سوال 10. نقاط داده شده روی منحنی زیر را با شیب های ارائه شده در جدول نظیر کنید. خب آقا شیب کدوم صفره؟ مشترک کدوم صفره؟ اینجا شیب نداریم دیگه توی ای، پس این میشه ای، قبوله؟ خب بعد دو تا شیب منفی داریم ما، یه دونه F یه دونه C، درسته؟ خب اونی که شیبش منفی تره کدومه؟ F دیگه، پس منفی 3 ما میشه F. بعدی چیه؟ C، شیبش نسبت به اون کمتر، قبوله؟ حالا یک دوم کدومه؟ الان ما اینجا نگاه کنید سه تا شیب مثبت داریم. آقا این شیب مثبته، این شیب مثبته، این شیب مثبته، قبوله؟ خب شیب کدومه که تندتره؟ قطعا دی تندتره دیگه، بس از همه بزرگتره، دی میشه دو. بعد نوبتی که بی دیگه شده یک، و ای شیبش از همه کمتره تو این سه تا، میشه یک دوم. این ریتم اینا تمرین کتابتون هم هست، اونقدر سخت نیست. بریم سراغ سوال 11. سوال 11 میگه نقاطی مانند A B C D E F G را روی نمودار Y مساوی F X مشخص کنیم، به طوری که A نقطه روی نمودار است که شیب خط آن مماس بر نمودار منفیه. آقا شیب خطش چیه؟ منفیه، پس اینجا میتونیم بگیم آی، قبوله؟ یا اینجا میتونیم بگیم آی، فرقی نمیکنه. بی نقطه روی نمودار است که مقدار تابع مقدار مشتق آن منفی است. آقا هم مقدار مشتقش منفیه، هم مقدار چی؟ تابعش منفیه. خب سی نقطه روی نمودار است که مقدار تابع در آنجا صفر است ولی مقدار مشتق در آنجا مثبته. مقدار تابع صفره، یعنی چی؟ روی محور ایکس است، مشتقش هم که مثبته، شبیه خط ایگرگ مساویه با ایکس، پس اینجا چی میشه؟ سی. دی نقطه روی نمودار است که مشتق در آنجا صفر است. آقا دی مشتق در آنجا صفره، اینجا رو مثلا بگیم دی، چون اینجا چیه؟ شیبی نداره. نقاطی ای و اف نقاط متفاوتی روی منحنی هستن که مشتق یکسان دارن. آقا اینجا رو بگیریم ای، اینجا رو بگیریم اف. چرا؟ چون مشتقاشون صفره دیگه، نقاط مختلفی هستن ولی مشتقاشون تو اینجا چیه؟ صفره. جی نقطه روی منحنی است که مقدار تابع در آنجا مثبت ولی مقدار مشتق چیه؟ منفی. اینجا هم بگیریم جی. چرا؟ چون مقدار تابع تو اینجا مثبته ولی مشتقش چیه؟ منفیه، شبیه خط ایگرگ مساوی با منفی ایکس. اینم هست. خب بریم سوال 12. سوال 12 میگه اگر f x باشه x به توان 3 منهای 2، مقدار فیلم منفی 1 را به دست آورید. بچه‌ها اینو میتونیم بگیم 3 x 2 بعد منفی 1 بذاریم بگیم میشه چی؟ 3. ولی طراح منظورش اینجا چیه؟ با استفاده از تعریف مشتق. بچه‌ها هر چیزی رو که میتونید با استفاده از تعریف مشتق به دست بیارید، با استفاده از تعریف مشتق به دست بیارید. غیر از اونجایی که میگه مشتق تمامی زیرا بگیرید، ساده کردن الزامی نیست. غیر از اونجا هر جا که تونستید با استفاده از تعریف مشتق بگیرید. پس میشه لیمیت x به توان 3 منهای 2 منهای f منفی 1، منفی 1 بذارم به توان 3 میشه منفی 1، با منفی 2 میشه منفی 3، با این منفی میشه مثبت 3، بر روی x منهای منهای 1 میشه x به علاوه 1. x هم به سمت چی رفته؟ منفی 1. اینجا میشه x به توان 3 به علاوه 1، اینجا هم که x به علاوه 1. خوب دقت کنیم، بالا شبیه اتحاد شاغ و لاغر نیست، چون میشه 0 0 هم دیگه، با رفع ابهام کنیم میشه x به علاوه 1، x2 منهای x به علاوه 1 بر روی x به علاوه 1.
اینا با هم دیگه میرن. حالا منفی یک بذارم منفی در منفی مثبت، یک و یک میشه دو، دو ضرب در منفی یک به توان دو هم دو، به علاوه منفی یک به توان دو هم میشه سه. یعنی همون سه ایکس دوی که اینجا به دست آوردیم شد سه، اینجا هم همونو به دست آوردیم. این بس میشه چی؟ سوال 12. بریم سراغ سوال 13. سوال 13 چی میگه؟ میگه آقا تابع اف ایکس اینه، یه تابع سه ضابطه، نمودار تابع اف رو میگه رسم کنید. خب نمودارشو بیان رسم کن. ایکس های کوچیکتر از صفر با نقطه گذاری رسمش کنم، صفر منفی یک منفی صفر بدیم میشه منفی 4، منفی یک بدیم میشه چند؟ منفی 5، منهای 4 میشه منهای 9، این هم میشه منهای 14. پس تو نقطه صفر شده منفی 4، تو نقطه منهای 1 شده منفی 9، تو نقطه منهای 2 هم میشه منهای 14 دیگه، مثلا این پایینه. نمودارش این شکلیه، این شکلیه تو خالی. چرا؟ چون مساوی نداره. خب بریم بگیم صفر تا صفر، خود صفر چنده؟ صفره. یک بدم میشه چند؟ یک. دو بدم میشه چند؟ 4. سه بدم میشه چند؟ 9. نمودارش این شکلی. قبوله؟ خب تو هر دوتا جام چیه؟ تو پره. چرا تو پره؟ چون مساوی داره. ایکس های بزرگتر از 3، 3 بدم میشه 9. خب 4 بدم میشه چند؟ 10. دیگه بقیشو نکشم، دیگه نمودار این شکلی. خب این تابع اف رو من رسم کردم. حالا نشان دهید که اف پریم 0 و اف پریم 3 وجود نداره. خوب دقت کنید بچه ها، یه چیزی داریم با مشتق پذیری. خب میخوام ببینید توی نقاطی مشتق پذیر هستن، دو تا شرط داره. شرط اول چیه؟ پیوسته باشن. شرط دوم چیه؟ مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر باشه. حالا پیوسته باشن یعنی چی؟ یعنی حد چپ و راست با هم دیگه برابر باشه، برابر با مقدار تابع تو نقطه. الان تو نقطه صفر من حد راست دارم باشه، میام اینجا صفره، ولی حد چپم وقتی به سمت صفر میام چنده؟ منفی 4. پس میگم حد چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، پیوسته نیست. چون پیوسته نیست پس اف بریم صفر وجود نداره. همینی که گفتم واسه طرا مینویسی. واسه طرا چی مینویسی؟ میگید آقا لیمیت اف ایکس، ایکس به سمت صفر بیشتر شده صفر. لیمیت اف ایکس، x به سمت صفر کمتر شده منفی 4. حد چپ و راست برابر نیست، پیوسته نیست. پس پیوسته نباشه مشتق پذیر هم نیست. حالا f بریم 3. آقا f بریم 3 اینجاست، خوب دقت کن. آقا حد راست رو ببین شده 9، حد چپ رو ببین شده 9. پس اینجا میتونیم بگیم آقا حداقل پیوستگی رو داره. x به سمت چند؟ 3 بیشتر میشه 9. لیمیته f x، x به سمت 3 کمتر هم چند شده؟ مقدار تابع هم چیه؟ همون 9. شرط اولو داره. بریم سراغ شرط بعدیم که مشتق پذیریه. آقا مشتق راستش این عبارته، یه عبارت چیه؟ مثبته. مشتق چپو ببینی آقا اینا با هم دیگه فرق میکنه دیگه. شیب اینو ببین، شیب اینو ببین، شیباشو با هم فرق میکنه دیگه. پس مشتق چپ و راست با هم برابر نیست، پس مشتق پذیر هم نیست. این قسمت به حساب. قسمت پ گفته ضابطه تابع مشتق رو بنویسیم. بیا f بریم x، خب از این مشتق بگیرم میشه 5، x های کوچیکتر از 0. از این مشتق بگیرم میشه 2x، x بین 0 و 3. توی مشتق گرفتن این مساوی هاشون چی میشن؟ پاک میشن. x به علاوه 6 شده 1، x های بزرگتر از 3. قبوله؟ این میشه ضابطه چی؟ مشتقش. حالا نمودار تابع f بریم رو رسم کنید. من اینا رو پاک میکنم که نمودار تابع f بریم رو براتون رسم کنم. خوب دقت کنید. آقا x های کوچیکتر از 0 شده 5، تو خالی اینجا 5 تابع ثابت. x های بزرگتر از 3 شده 1، این 3 درسته؟ بزرگتر از 3 چند شده؟ این اگه 1 باشه میاد اینجا دوباره تابع ثابت.
بین 0 تا 3 چیه 2x؟ 0 بدم میشه 0، 1 بدم میشه 2، 2 بدم میشه چند؟ 4. درسته؟ 3 بدم چند میشه؟ 6. اینجا 0 هم بدیم تو خالی به این شکل. این میشه نمودار تابعی چی؟ F بریم مشترکش. خب بریم سراغ سوال بعدیمون. گفته مشترک پذیری fx x2 به علاوه 3 x های بزرگتر مساوی 1 2 x x های کوچکتر از 1 رو در نقطه x مساوی 1 بررسی کنید. خب مشترک پذیری چی بود بچه ها؟ گفتیم شرط اول پیوستگی از لیمیت fx x به سمت 1 بیشتر. خب 1 بیشتر کدوم بالای 1 به علاوه 3 چند میشه؟ 4. لیمیت fx x به سمت 1 کمتر، 1 کمتر پایینیه 2 2 چند تا میشه؟ دوتا. درسته؟ حد چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، پس پیوسته نیست. وقتی پیوسته نباشه چی نیست؟ مشتق پذیر نیست. حل تا اینجا؟ خب بریم قسمت 15. سوال 15 میگه fx اگر x دو منه 4 به کمک تعریف مشتق و مشتق پذیری f را در نقاطی به طول 2 و منفی 2 بررسی کن. میگه با مشتق پذیریشو با استفاده از تعریف مشتق بررسی کن، نه واسه من نمودار بکش بگو تو قسمت شکستگی داره این حرفا. با استفاده از تعریف چی؟ مشتق. ببینید من چیکار میکنم. خب اول بریم واسه 2. تعریف مشتق چی بود؟ لیمیت fx منهای f2 x منهای 2 x به سمت 2 بیشتر. درسته؟ اینجا هم 2 بیشتر. خب پایین که x منهای 2 fx ما هم چی بوده؟ قدر مطلق x2 منهای 4 منهای، حالا 2 بیشتر، 2 بیشتر به توان 4 بیشتر، منهای 4 میشه 0 بیشتر، مثبت خودش میاد بیرون ولی 0 دیگه، کاری نداره. حالا اینجا جاگذاری کنیم، گفتیم داخل قدر مطلق چی شد؟ مثبت شد، خودش بیاد بیرون میشه x منهای 2 x به علاوه 2 بر روی x منهای 2 با هم دیگه میره 2 به علاوه 2 چند میشه؟ 4. الان میتونم بگم مشتق راستش شده 4. بریم مشتق چپ رو حساب کنیم. خب این که میدونیم 0 میشه x2 منهای 4 بر روی x منهای 2. 2 کمتر به توان 2 4 کمتر، منهای 4 چی میشه؟ 0 کمتر، 0 کمتر قرینش در میاد منهای x منهای 2 x به علاوه 2. جوابش چی میشه؟ منهای 4. چون مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، پس تو نقطه 2 مشتق پذیر نیست. خب بریم سراغ منفی 2. حالا این واسه 2 بود، اینو پاک میکنم برم منفی 2 رو بنویسم. لیمیت x دو منهای 4 منهای f منفی 2 در روی x منهای 2 که میشه x به علاوه 2، x هم به سمت منفی، خواهیم که 0 هیچ. حالا منفی 2 بیشتر به توان 2 میشه 4 کمتر، منهای 4 میشه 0 کمتر، قرینش در میاد. دو تا با هم دیگه ساده میشه منفی 2 منهای 2 میشه منهای 4، ضرب در منفی میشه 4، مشتق راستش شده 4. بریم سراغ مشتق چپش. این که 0، اینجا هم که x به علاوه 2 x هم به سمت منفی 2 کمتر، منفی 2 کمتر به توان 2 میشه 4 بیشتر، منهای 4 میشه 0 بیشتر، خودش میاد بیرون. x منهای 2 منفی 2 بذارم چی میشه؟ منفی 4. باز مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، پس تو نقطه منفی 2 هم مشتق پذیر نیست. این از سوال 15 دیگه، خیلی سخت بخواد بیاد اینجوری میاد بچه. بریم سراغ سوال بعدیمون. سوال بعدیمون به نسبت یه سوال راحتیه نسبت به سوالی که تا الان حل کردیم.
چی گفته؟ گفت اگه اف پریم 1.3 باشه، ج پریم 1.5 باشه، مطلوب این. خب ما تو مشتق میدونیم که ضرب باشه، تقسیم باشه، نمیدونم جمع باشه، تفریق باشه، اینا جدا جدا میتونیم حساب کنیم. مخصوصا چی؟ جمع و تفریق. حالا ضرب و تقسیم قاعده و قانون داره، ولی جمع و تفریق رو میتونیم جدا جدا حساب کنیم. وقتی میگه 3 تا اف به علاوه 2 تا ج پریم 1 یعنی چی؟ یعنی 3 تا اف پریم 1 به علاوه 2 تا ج پریم 1. قبوله؟ خب اف پریم 1 چنده؟ 3. 2 3 تا 3 3 تا میشه چند تا؟ 9 تا. ج پریم 1 چنده؟ 5. 2 5 تا میشه 10 تا. این جوابشون 19. بریم یکی. میگه اف پریم 1 به علاوه ج پریم 1. اف پریم 1 چنده؟ 3. ج پریم 1 چنده؟ 5. جوابش چند میشه؟ 8. نکتهش این بود که ما میتونیم مشتق جمع و تفریق رو جدا جدا حساب کنیم. سوال 17 میگه نشان دهید اف پریم 0 بیشتر و اف پریم 0 کمتر موجودند ولی اف پریم 0 موجود نیست. چه موقع این اتفاق میفته؟ موقعی که من مشتق چپ و راست داشته باشم اما با همدیگه برابر نباشند. خب نگاه کن الان من از این مشتق بگیرم، تابع مشتقش رو بنویسم، بالا چی میشه؟ 2x واسه x های کوچیکتر از 0، پایین میشه 1 واسه x های بزرگتر از 0. آقا من اینجا 0 بذارم مشتق این میشه 0، اینم که 1. پس میگم آقا مشتق چپ من برابر چنده؟ 0. مشتق راست من برابر چنده؟ 1. ولی با هم دیگه برابر نیستن، پس اف بریم 0 موجود نیست. حله؟ بریم سوال 18. میگه برای تابع اف در شکل روبرو داریم اف بریم 4 شده 1.5، اف 4 شده 24. با توجه به شکل مقابل مختصات ABC را بیابید. این هم تمرین کتاب درسیتون بوده، هم پارسال تو امتحان نهایی اومده. خوب نگاه کنید بچه‌ها، اف 4 چنده؟ 24. موقعی که میگه که اف بریم 4 1.5 یعنی شیب این خط 1.5. پس میتونی بگیم آقا ام AC چنده؟ 1.5. ام AC چطور حساب میشه؟ میشه ایگرگ سی منهای ایگرگ آ. حالا چون ایگرگ آ دومیه چی بگیم؟ ایگرگ آ منهای ایگرگ سی. البته فرقی هم نمی کنه، ایکس آ منهای ایکس سی شده چند؟ 1.5. ایگرگ آ چنده؟ خودش گفته 24. ایکس آ چنده؟ 4. ایکس سی چنده؟ 3. 4 منهای 3 که میشه 1. یه طرف این وسط این کنیم میشه 24 منهای ایگرگ سی مساوی 1.5 که ایگرگ سی چی میشه؟ 24 منهای 1.5 که میشه 22.5. پس الان ایگرگ سی به دست اومد. پس مختصات نقطه آ چنده؟ 4 و 24. سی چنده؟ 3 و 22.5. حالا بریم سراغ دی. آقا این خط مگه نیست؟ آبی هم همون شیبش دیگه، یعنی ام آبی هم همون چیه؟ 1.5. خب بیام اینجا ایگرگ بی چنده؟ نمیدونم. ایگرگ آ چنده؟ 24. ایکس بی چنده؟ 5. منهای چند؟ 4. شده 1.5. اینا میشه 1. طرف این وسط این ایگرگ بی چی میشه؟ 24 به علاوه 1.5 که میشه 25.5. پس نقطه بی هم میشه 5 و 25.5. مختصات چی میشه؟ آبی سی. این هم از سوال 18. بریم سراغ سوال بعدیمون. سوال 19 گفته اگه اف ایکس باشه 1 منهای 2x رو اف پریم منفی رو با استفاده از تعریف مشتق به دست آورید. دیگه آقا این دیگه خودش گفته تعریف مشتق، غیر از این هر چی بنویسی غلط. خب لیمیت 1 منهای 2x رو منهای اف منفی، منفی 1 بتوان 2 میشه 1، منفی 2 ضرب در 1 میشه منفی 2، 1 منهای 2 میشه منفی 1 با این منفی میشه مثبت، بر روی x منهای منهای منفی که میشه x به علاوه. بچه ها پیشنهادم اینه که اینو براش بنویسین، بعد اینو جاگذاری کنید. خب میشه چی؟ منفی 2x2 به علاوه 2 بر روی x به علاوه چند؟ 1. خب حالا اینو بیام چیکار کنم؟ بعد x به علاوه 1 تقسیم کنم. چرا؟ چون میشه 0 0 رو و اون که با اتحاد ازش در نمیاد، پس من بیام تقسیم چند جمله یا کنم، بگم آقا منفی 2x2 به علاوه 2 تقسیم بر x به علاوه چی کم داره؟ یه منفی 2x کم داره، میشه منفی 2x2 منهای 2x، قرینه قرینه میشه 2x به علاوه 2 که اینجا کافیه 2 بذاری. پس به جای منفی 2x2 به علاوه 2 من میتونم چی بذارم؟ منفی 2x به علاوه 2
در x به علاوه 1 بر روی چی؟ x به علاوه 1. حالا این دوتا با هم دیگه چی میشن؟ ساده میشن. جای x من چند میذارم؟ منفی 1. منفی 2 ضرب در منفی 1 میشه 2. 2 به علاوه 2 چند میشه؟ 4. این هم هست. حالا اگه بخوای امتحان درستی اینم امتحان کنی از این مشتق بگی چی میشه؟ منفی 4x. جای x رو میذارم منفی 1، منفی 4 ضرب در منفی 1 میشه 4. حله؟ خب بریم 20. سوال 20 میگه مشتق تعاویذی را به دست بیاری. ساده کردن مشتق الزامی نیست. این دیگه لازم نیست واسه ساده از تعریف مشتق بری. یه عبارتیه داره به توان چند میرسه؟ 5 میرسه. پس اول توانو میارم پایین، خود عبارتو مینویسم، یه دونه از توان کم میکنم، ضرب داره. حالا بیام مشتق خود چی رو بگیرم؟ این عبارتو بگیرم، میشه مشتق صورت 1 در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت بر روی چی؟ مخرج به توان 2. این شد مشتق الف. بریم سراغ مشتق چی؟ بی. مشتق بی حاصل ضرب دو تا عبارته. پس میگم مشتق اولی 2x در خود دومی به علاوه مشتق دومی رادیکالیه 1 بر روی 2 رادیکال عبارت در مشتقش که 1 در خود اولی x2. اینم از سوال 20. بنویسیم بریم سوال 21. سوال 21 چی میگه؟ میگه نقاط داده شده روی منحنی با شیب‌های ارائه شده در جدول نظیر کنی. سوال امتحان نهاییه. آقا شیب صفر کدوم نقطه است؟ بی دیگه، شیب نداره، صافه. این شد بی. خب شیب منفی کدومه؟ ای دیگه، اصلا میباره از سر کلش. ایگر مساوی منفی ایکس، این آ میشه منفی. حالا دو تا شیب مثبت داره، یکی شیبش مثبت‌تره، کدومه؟ سی یا دی؟ سی دیگه، دی اینجوری. پس سی چیه؟ بزرگتر. پس سی میشه 1، دی میشه چی؟ 1. دو. بریم سراغ سوال 22. چی گفته؟ گفته مشتق پذیری تابعین رو تو نقطه x مساوی 1 بررسی کنی. شرط اول چیه؟ پیوستگی. لیمیت اف ایکس x به سمت 1 بیشتر. خب یک بیشتر اینجا بذاریم، یک به علاوه یک چند میشه؟ 2. لیمیت اف ایکس x به سمت یک کمتر، یک کمتر بانی 3، یکی 3 تا منهای 1 میشه 2، درسته؟ و اف ایک هم مقدارش چند؟ 2. پس اینا با هم دیگه برابرن، شرط اول پیوستگی رو داره. بریم سراغ شرط دوم. مشتق راست تابه تو نقطه چند؟ 1. چی میشه؟ میشه 2x به علاوه 1، جاش 1 بذارم چند میشه؟ 3. مشتق چپ تابه تو نقطه 1 میشه 3. با هم دیگه برابره، پس مشتق پذیر از. چرا؟ چون هر دو تا شرط برقراره، هم پیوسته است هم مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر. بریم سراغ سوال 23. خب سوال 23 چی میگه؟ میگه مشتق تابع y مساوی 1 x در 2 رادیکال x منهای 1 به توان 4 را به دست آوری. ساده کردن الزامی نیست. دو تا عبارت تو هم دارن ضرب میشن. بچه ها همیشه اینو یاد بگیرید، 1 x مشتقش منفی 1 بر روی x2، اینو حفظ کنید اصلا. خب الان مشتق اولی چی میشه؟ منفی 1 بر روی x2 در عبارت دوم. به علاوه اولی بنویسیم مشتق دومی، 4 میاد پایین، 2 رادیکال x منهای 1 یه دونه ازش کم میشه توان. حالا مشتق خود همین 2 که ذری بشه باید بمونه، رادیکال x میشه 1 بر روی 2 رادیکال x، که این 2 با این 2 میره دیگه. ساده کردن دیگه، بیشتر از این نمیخواد. فقط یه چیزو خوب دقت کنید بچه‌ها، اینجا الان فرصت نیست من بگم چرا یک x شده منفی 1 بر روی x به توان 2. خب حالا تو پکیجای مشتق کامل توضیح دادیم، ولی بدونین x میره بالا توانش میشه منفی، بعد n x به توان n ازش مشتق میگیریم. بریم سوال 24 چی میگه؟ میگه آهنگ تغییر متوسط f x مساوی با رادیکال x به علاوه 2 رو وقتی متغیر از 2 به 7 تغییر میکنه کدومه؟ آهنگ چی رو میخواد؟ تغییر متوسط. پس f b منهای اف آ بر روی بی منهای آ. بی ما اینجا چیه؟ 7. پس میگیم اف 7 منهای اف 2
بر روی 5 منهای 7 منهای 2 که میشه 5. حالا 7 بذاریم 7 و 2 میشه 9، رادیکال 9 میشه 3، 2 بذاریم 2 و 2 میشه 4، رادیکال 4 میشه 2، بر روی چی 5 جوابش میشه 1/5. پس آهنگ تغییر متوسط من شده 1/5. بریم سراغ سوال 25. گفته مشتق fx مساوی با x به توان 3 منهای 2 رو با استفاده از تعریف چی مشتق در نقطه به طول منفی 1 به دست آورید. خب تعریف مشتق چیه؟ لیمیت fx منهای f منفی 1 بر روی x منهای منهای 1 میشه x به علاوه 1. درسته؟ f منفی 1 چند میشه؟ میشه منفی 1. منهای 2 میشه منفی 3. با این منفی میشه مثبت 3. fx چیه؟ بوده x منهای 2 بر روی x به علاوه 1. بوده x به علاوه 1 بر روی x به علاوه 1. اینو نمیخواستم حل کنم چون بالا حل کردم، ولی فقط برای اینکه براتون مرور شه این تعریف مشتق حل کردم. این قسمت دیگه خودتون بلدین چون بالاتر حل کردم. بریم سراغ سوال 26. میگه معادله حرکت متحرکی به صورت اف تی مساوی 2 تی دو منهای تی بر حسب متر داده شده است. در چه زمانی سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط در بازه زمانی 0 تا 4 برابر است؟ درسته؟ بریم فیزیکال کنیم. خب سرعت لحظه‌ای یعنی ازش مشتق بگیرم اف پریم تی مساوی با 4 تی منهای 1. درسته؟ حالا گفته چی؟ با سرعت متوسط. سرعت متوسط چی؟ اما آهنگ متوسط دیگه. اف بی منهای اف آ، اف 4 منهای اف 0 بر روی 4 منهای 0، دلتا ایکس به دلتا تی دیگه. خب پایین چی میشه؟ 4. اف 4 چی میشه؟ 4 به توان 2 16، 2 تا 16 تا 32، 32 منهای 4 چند میشه؟ 28 منهای 0 میشه 28، 4 هم که میشه 7. پس 4 تی منهای 1 چند شده؟ 7. 4 تی میشه 8، تی میشه 2 ثانیه. پس تو ثانیه دوم سرعت لحظه‌ای با آهنگ با سرعت متوسط چیه؟ با هم دیگه برابر. بریم سوال 27. میگه با در نظر گرفتن نمودار F در شکل نقاط A B C D را به مشتقای داده شده نزدیک کنید. آقا صفر مشتق صفر کدومه؟ D دیگه. درسته؟ چون مشتقی نداره. خب مشتق منفی ما اینجا کدومه؟ اگه دقت کنیم A دیگه. درسته؟ اینجوری داره میشه مشتقش. قبوله؟ بس مشتق منفی ما اینجا شده ای. دو کدومه؟ اونی که مشتقش از همه شیبش از همه بیشتره سی، و یه چی باقی میمونه؟ بی دیگه. درسته؟ نمیشه. خب اینم از سوال 27. بریم سراغ سوال 28. گفته مشتق تابایزی را گفته به دست بیار. دو تا مشتق دارن ضرب میشن. مشتق اول یه عبارت به توانه، پس توان اول میاد پایین، یه دونه ازش کم میشه، بعد مشتق این چی میشه؟ 2x در خود دومی 5x منهای 1، در علاوه مشتق دومی 5 در خود اول. این میشه واسه. حالا ببین واسه قسمتی بی. مشتق صورت چنده؟ 9 در مخرج منهای مشتق مخرج میشه 1 بر روی 2 رادیکال x در صورت بر روی مخرج به توان 2 که چند میشه؟ x میشه. اینم از سوال 28. بریم سراغ سوال 29. میگه با استفاده از تعریف مشتق تو نقاط داده شده مشتق رو به دست بیارید. خوب دقت کنید. تعریف مشتق چی بود؟ لیمیته. خب اف ایکس رو بنویسن 4x2 منهای 5x به علاوه 1 منهای حالا اف 1 4 به علاوه 5 9، 9 به علاوه 1 میشه 10، بر روی چی؟ x منهای 1. x هم داره به سمت چند میره؟ 1 میره، که این چند میشه؟ منهای 9. حالا چیکار کنیم؟ به عامل مبهم تقسیم کنیم. 4x2 به علاوه 5x منهای 9 تقسیم بر x منهای 1. چی کم داره؟ 4x کم داره، میشه 4x2 منهای 4x منفی قرینه میشه 9x منهای 9، که اینجا چی میذاری؟ 9 میذاری. پس به جای این عبارت هم میتونم چی بذارم؟ 4x به علاوه 9 x منهای 1. با این x منهای 1 از بین بره، حالا 1 بذارم 4 یکی 4 تا با 9 چند تا میشه؟ 13 تا. پس مشتق این شده چند؟ 13. بریم بعدی. لیمیت
x به توان 3 به علاوه 6 منفی 1 بذارم میشه منفی 1، منهای 3 میشه منهای 4 بر روی x به علاوه 1. x هم به سمت چند میره؟ منفی 1. دوباره تقسیم کنم، چی کم داره؟ یه x2 کم داره، اینجا میشه x به علاوه x2، قرینه قرینه میشه منفی x2 به علاوه 3x منهای 4، چی کم داره؟ یه منفی x، قرینه اینا با هم میرن، این هم چی میشه؟ قرینه میشه 4x منهای 4، چی کم داره؟ یه 4. پس بالا رو میتونم بنویسم x به علاوه 1 در x2 منهای x به علاوه 4 بر روی x به علاوه چند؟ 1. اینا با هم دیگه میرن، جاش منفی 1 بذارم میشه 1، منهای منهای 1 میشه مثبت 1، میشه 2، 2 به علاوه 4 چند میشه؟ 6. اینم میشه قسمت ب ما. بنویسیم بریم سراغ سوال بعدی، قسمت پ. سوال سی میگه مشتق بگیرید، ساده کردن هم لازم نیست. خب عبارت ما به توان رسیده، اول توان میاد پایین یه دونه ازش کم میشه، بعد خود عبارت رو مشتق بگیرم 3x2 منهای چند؟ 8. بریم پایین، یه عبارتی داره به توان میرسه، اول توان بیاد پایین یه دونه ازش کم بشه، بعد خود عبارت مشتق بگیرم. مشتق چیه؟ کسره. مشتق صورت در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت بر روی چی؟ مخرج به توان 2. این هم شد قسمت ب ما. بریم سوال 31 که نه قسمت پ و ت و س هم داره، زیاد داریم ما. بریم حل کنیم اول، بعد بریم سراغ سوال بعدی. البته الان ترجیح خودتون دیگه، استادین بلدین حل کنید. دو تا عبارت تو هم دارن ضرب میشن، مشتق اولی خودش یه عبارتی به توان رسیده، توان میاد پایین یه دونه از توان کم میشه، مشتق خودش چی میشه؟ 2x منهای 8 در خود دومی که بوده x منهای 5x به توان 4، به علاوه مشتق دومی یه عبارتی داره به توان میرسه، توان میاد پایین یه دونه ازش کم میشه، مشتقش میشه 3x2 منهای 5 در خود اولی، x2 منهای 8x به توان 11. بریم یک. خب بچه ها یادت میگودی فرج دو بود، خب میشد یک بر روی دو رادیکال عبارت در مشتق عبارت. خب حالا اگه اینجا توانی یک باشه میشه یک بر روی سه رادیکال عبارت با فرجه 3، این فعلا همونه هیچ فرقی نکرده، 1 منهای 2x x به علاوه 5. تفاوتش چیه؟ اینجا ببین اگه یه عبارتی داشتی توانش 1 بود، اینجا بود 2 منهای 1 میشد 1 دیگه، ما اینجا نمی نوشتیم، ولی اینجا وقتی 1 3 منهای 1 چند میشه؟ 2. تفاوتش همینه، پس توان این هر چی بود فرم کلیش همونه، اینجا 3 فرجه، اینجا میشه 3، اینجا هم میشه 3، اینجا اگه فرجه 2 اینجا میشه 2، اینجا هم میشه 2، فقط توی توان چون اینجا 2 منهای 1 میشد 1 ما نمی نوشتیم، اینجا 1 3 منهای 1 چند میشه؟ 2. الان اینجا 4 بود اینجا مثلا 2 بود، 4 منهای 2 چند میشد؟ 2. 5 بود اینجا 1 بود، 5 منهای 1 چند میشد؟ 4. حالا در مشتق خود عبارت، مشتق کسره، مشتق صورت منفی 2 در مخرج، منهای مشتق مخرج 1 در صورت بر روی مخرج به توان 2. بریم سراغ قسمت 3. ببین اینجا میشه حالا حل کردم اینو دیگه پاک نکنم. میدونی مخرج به توان چنده؟ 2. خب مشتق صورت میشه 1 بر روی 2 رادیکال عبارت در مشتق عبارت در مخرج منهای مشتق مخرج که میشه منفی 6 در صورت. اوکی بچه ها حله؟ خب اینم از این. بریم پایین تر ببینیم چی داریم. سوال 31 میگه محاسبه مشتق راست و چپ توابع داده شده در نقطه آ نشان دهید که این توابع در نقطه آ مشتق پذیر نیستن. خوب دقت کنید بچه ها، الان خب میخوایم اینو بررسی کنیم، اگه اینو دقت کنید مشتقش چی میشه؟ بخوایم توی این نقطه مثلا تو نقطه یک بخوایم بررسیش کنیم،
یه زاویه تتا داره دیگه، همون تانژانت تتا همون مشتق ماست دیگه، همون شیب خط ماست دیگه، درسته؟ میشه یک تقسیم بر یک، درسته؟ خب میشه یک. حالا واسه اینور تو نقطه منفی یک بخوایم حساب کنیم، باز تانژانت چیه؟ تتاست، که اینجا یک، اینجا منفی یک، ام اف بریم ایکس، که یک بر روی منفی یک چی میشه؟ منفی یک. میگم مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، پس تو نقطه آ مشتق پذیر نیست. حله؟ خب این از بریم سراغ ایشون. نقطه آ گفته چنده؟ یک و یک. این اصلا چیه؟ تابع ثابته. خب مشتق چپ تابع چیه؟ ثابته، اصلا مشتق صفره. این به هر حال یه مشتقی داره دیگه، اف بریم یک بیشتر به هر حال عددی غیر از صفره، پس باز مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، پس مشتق پذیر نیست. اینم از بریم قسمت های بعدی. قسمت پ، اینجا رو ببین نصف کرده اینو، اینجا میشه یه دوم، اینجا هم که یکه، یه دوم تقسیم بر یک همون تانژانت تتای ما، یک دوم تقسیم بر یک میشه یک دوم. حالا این ور رو بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، درسته؟ میشه یک بر روی دو رادیکال ایکس اگه بخوایم مشتق بگیریم. به هر حال تانژانت این ور با تانژانت این ور با هم دیگه برابر نیست. این قطعا یه تانژانت منفی بهت میده، این بهت یه تانژانت چی میده؟ مثبت بهت میده. این مثبت، این منفی. قبوله؟ پس چون حد چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، شما چی میگین؟ مشتق پذیر نیست. تو نقطه 4 و 2. بریم سوال 30 دو، که درستی و نادرستی اینا رو از ما میخواد. چی میگه؟ میگه تابع اف ایکس مساوی با رادیکال ایکس در نقطه ایکس مساوی صفر مشتق پذیر است. غلط کردی، مشتق پذیر نیست. چرا؟ این نمودارشه دیگه آقا، رادیکال ایکس تو نقطه صفر مشتق راست داره ولی مشتق چپ نداره که، درسته؟ چون اصلا نمودار اینور نداره، پس مشتق پذیر نیست. این غلط. در جای خالی گفته عبارت مناسب بذارید. f پریم 2 شده 3، g پریم 2 شده 5. آنگاه حاصل عبارت 2 تا g منهای f پریم 2 برابر است با. گفتیم میتونیم جدا جدا حساب کنیم. 2 تا g پریم 2 منهای f پریم 2. g پریم 2 چنده؟ 5. 2 5 تا میشه 10 تا منهای f پریم 2 چنده؟ 3. میشه 7 برابر 7 است. قبوله؟ خب. و بریم سراغ سوال آخرمون، سوال 34. تابع f x مساوی با 2x منهای 1 بر روی x2 منهای 1، x های کوچکتر از 0، x های بزرگتر مساوی 0. نشان دهید f پریم 0 وجود ندارد. خب چیکار کنیم؟ تابع مشتقش رو بنویسیم. مشتق چپش میشه 2. مشتق راستش میشه 2x. خب اینجا که 0 بذاری مشتقش چند؟ 0. مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، پس f پریم 0 موجود نیست، وجود نداره. ضابطه تابع مشتق، خب اینم ضابطه تابع مشتق که نوشتم. نمودار تابع f پریمو میگه رسم کنیم. نمودارش x های کوچیکتر از 0 تابع ثابت 2، x های بزرگتر مساوی 0 چنده؟ 2x دیگه، درسته؟ همینجوری میره بالا که اینجاش هم چیه؟ تو خالی. هم نمودار تابع f بریم. خب بچه های تجربی خسته نباشید، واسه شما اینجا تموم میشه. اما بچه های ریاضی برین یه آبی بخورین، یه استراحتی بکنید، که یه 20 تا سوال دیگه برای شما من دارم که مشتق توابع مثلثاتی هست و یه مقدار سوالای سخت‌تر، که اونا رو کار کنید دیگه کاملا مثلث میشید. برین یه استراحت کنید و برگردید. خب بچه های ریاضی، من یه حدوداً 20 تا 23 تا 4 تا سوال براتون آوردم، خب که مخصوص خود رشته شماست دیگه، مشترک با تجربیان نیست. میخوایم با هم دیگه مشتق توابع مثلثاتی اینا رو بررسی کنیم و این مقدار سوالای سخت‌تر. خوب دقت کنید. من ولی توضیح راجع به مشتقای مثلثاتی بدم. بچه‌ها این دایره مثلثاتی رو اگه یادتون باشه تو مثلثات، اینجا کوسینوس بود، اینجا سینوس بود،
اینجا منفی سینوس بود و اینجا منفی کوسینوس. اگر ما ساعتگرد حرکت کنیم میشه مشتق اینا، سینوس میشه کوسینوس، کوسینوس میشه منفی سینوس، منفی سینوس میشه منفی کوسینوس و منفی کوسینوس چی میشه؟ سینوس میشه. الان با علم همین میخوام بریم سوال حل کنیم. ناگهانی گفته مشتق تابعین تو نقطه صفر، قبوله؟ خب عبارت کسریه میشه مشتق صورت. مشتق صورت چی میشه؟ سینوس ایکس میشه کوسینوس ایکس در مخرج، یعنی سینوس ایکس به علاوه کوسینوس ایکس به علاوه ببخشید تقسیم میشه منهای مشتق مخرج. سینوس چی میشه؟ کوسینوس ایکس و کوسینوس میشه منفی سینوس در صورت بر روی چی؟ مخرج به توان دو. حالا جاش میگه چند بذار؟ صفر بذار. خب جاش صفر بذاریم. سینوس صفر چنده؟ صفر. کوسینوس صفر چنده؟ یک. کوسینوس صفر چنده؟ یک. یک یکی پس میشه یک. منهای سینوس ایکس چند میشه؟ صفر. اینم که صفر بوده، صفر ضرب به هر عددی صفر. پایین سینوس صفر صفره، کوسینوس صفر یکی، یک به توان دو میشه چند؟ یک. پس یک بر روی یک میشه یک. حاصل مشتق تو نقطه صفر چند شد؟ یک شد. این اولی مثال. بریم سراغ دومی. گفته که برای توابع مشتق وزیر F و G، اگر F A مساوی 2 تا J A مساوی 6 باشه و F پریم A باشه منفی 3 و J پریم A باشه 5، آنگاه مشتق توابع زیرا در نقطه X مساوی A بیابید. خب حالا ببینید الف و بی حل کنیم. دو تا عبارت داره تو هم دیگه ضرب میشه، میشه مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی. حالا جای X ها میگه چی بذار؟ A بذار. خب اف پریم آ چنده؟ خودش گفته منفی 3 ضرب داره. ژ آ چنده؟ دو تا ژ آ شده 6، پس ژ آ میشه 6 دوم که میشه 3 به علاوه ژ پریم آ چنده؟ 5. اف آ چنده؟ 6. خب میشه منفی 9 به علاوه 30 میشه 21. این شد الفش. بریم سراغ ب. تقسیمه میشه مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت بر روی مخرج به توان دو. جای ایکس ها چی بذارم؟ آ بذارم. خب جی پریم آ چند شده؟ 5. اف آ چند شده؟ 6. اف پریم آ چند شده؟ منفی 3. ژ آ چند شده؟ 6 دوم که اینم شده 3. اف آ چند شده؟ 6 به توان 2 میشه 36. حالا 5 6 تا میشه 30 تا منفی 3 در 3 میشه منفی 9، با این منفی میشه مثبت 9 میشه 39 تقسیم بر 36. اینم قسمت ب. حالا این رو پاک میکنم به قسمت جیم بنویسم. قسمت جیم خیلی مهمه، خوب دقت کنید. چی میگه؟ 4 تا f به توان 3x منهای j به توان 2x. میخوام از این مشتق بگیریم آقا جی. خب 4 که ضریبه، با ضریب کاری نداریم. f به توان 3x اینو یه متغیر فرض کنیم، اول توان میشه 3 تا f2x. حالا نوبت f، مشتق f چی میشه؟ f پریم x منهای توان بیاد پشت 2 تا به توان 1x در ژ پریم ایکس. حالا جای اینا چند بذارم؟ آ بذارم. آ آ آ و اینم آ. حالا اف آ چند میشه؟ 6. به توان 2 چند میشه؟ 36. اف پریم آ چند میشه؟ منفی 3. ژ پریم آ چند میشه؟ 5. ژ آ میشه 3 و ژ پریم آ چند میشه؟ 5. حالا محاسبه کنیم آقا. 3 ضرب در 36 چه 36 تا 18 تا یکش میاد اینجا، 3 تا 9 تا میشه 108. حالا منفی 3 ضرب در 108 میشه منفی 38 میشه 24 تا 2ش میاد اینجا 3 0 0 با این 2 میشه 2، 3 1 هم میشه 3 تا. حالا یه منفی هم اینجا داره. خب این ضرب در چند باید بشه؟ 4 بشه. 4 4 تا 16 تا 4 2 تا 8 تا با اون یکی میشه 9 تا.
چهار سه تا میشه چند تا؟ 12 تا با علامت چی؟ منفی. منهای 2 سه تا 6 تا 6 5 تا 30 تا که میشه 6 12 1000 منفی 1326 که این جواب قسمتی چی میشه؟ ج میشه. اینم بنویسید بریم سراغ سوال سوم. خب تابع اف به ما داده، تابع جی هم به ما داده، مشتق تابع اف او جی رو میخواد. بچه ها اینجا نیاین اف او جی رو بسازین و مشتق بگیرین، بیان بگی آقا اف او جی یعنی چی؟ اف او جی یعنی اف جی ایکس، قبوله؟ خب بخوام مشتق بگیرم یه بار چی میشه؟ از این تابع مشتق بگیرم میشه اف بریم جی ایکس در، حالا از این داخلش مشتق بگیرم جی پریم ایکس، قبوله؟ خب اف بریم ما چی میشه؟ میشه مشتق صورت، میشه یک در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت بر روی مخرج به توان دو، درسته؟ خب حالا این ایکس با این ایکس میره بالا چی میشه؟ یک، پایین هم شده ایکس به علاوه یک به توان دو. پس اینجا میگیم آقا مشتق این شده یک بر روی ایکس به علاوه یک، حالا جای ایکساش میگه چی بذار؟ جی ایکس بذار که میشه یک بر روی رادیکال ایکس منهای یک به علاوه یک به توان دو ضرب در حالا جی پریم ایکس از این مشتق بگیره با فرجه چند دو، یک بر روی دو رادیکال عبارت در مشتقش که یک، چه یک بر روی دو رادیکال ایکس منهای یک، این میشه مشتق تابع اف او جی. خب حالا همین چهار اینجا ببین چی گفته، سال چهار ببین، گفته تابع اف ایکس و جی ایکس رو داریم مشتق تابع جی او اف، میگیم جی او اف یعنی چی؟ یعنی جی اف ایکس مشتق بخوام بگیرم میشه جی پریم اف ایکس در اف پریم ایکس، درسته؟ خب مشتق جی چی میشه؟ اول توان میشه دو تا سینوس ایکس، مشتق سینوس چی میشه؟ کوسینوس ایکس. اینو بخوام ساده تر بنویسم همون سینوس چیه؟ دو ایکس دیگه، قبوله؟ پس میشه سینوس دو ایکس. حالا اف ایکس رو میگه جای ایکساش بذار، پس میشه سینوس دو ضرب در به جای ایکس چی بذارم؟ ایکس دو منهای چند؟ ایکس در اف بریم ایکس، اف بریم ایکس چی میشه؟ میشه دو ایکس منهای یک. این هم شد قسمت چهار. بس خیلی مهمه این سوال بچه، سوال ها ارزش سوالی هم تو کنکورتون داره هم تو امتحان نهاییتون. بریم سوال پنج. سوال 5 چی میگه؟ میگه در تابع y مساوی سینوس x منهای کوسینوس x حاصل y تریزگوند. ببین دیگه چیه این؟ یعنی سه بار ازش مشتق بگیر، درسته؟ مشتق اول سینوس x چی میشه؟ کوسینوس x، کوسینوس x میشه منفی سینوس x، با این منفی میشه مثبت سینوس x. بریم سراغ مشتق دوم. کوسینوس x چی میشه؟ منفی سینوس x، سینوس x چی میشه؟ کوسینوس x. بریم سراغ مشتق سوم، دوباره از این مشتق بگیرم، منفی سینوس میشه منفی کوسینوس x و کوسینوس میشه منفی سینوس x. این واسه سوال چی؟ 5، قبوله؟ خب حالا بریم سراغ سوال چند؟ 6. گفته fx باشه x به توان 3 به علاوه mx دومین های 2x، اگر f سگوند 2 باشه 8 f بریم 3 چه؟ خب اول من f بریم رو بنویسم چی میشه؟ میشه 3x2 به علاوه 2mx منهای 2. گفته جای x ها چند بذار؟ 3 بذارم، 3 به توان 2 9، 9 3 تا میشه 27 به علاوه 6 m منهای 2. من m رو که ندارم، درسته؟ از کجا به دست بیارم؟ اطلاعات سوال. f ز گنده 2 رو داده 8، پس من یه بار دیگه از این بیام مشتق بگیرم میشه 6x به علاوه 2m شده چند؟ 8. اگه جای x ها چند بذارم؟ 2، 6 دو تا 12 بره اون و 8 منهای 12 میشه منهای 4 و ام هم میشه منفی چند؟ 2. حالا اینجا بذارم چی؟ منفی 2، 6 ضرب در منفی 2 میشه منفی 12 منهای 2، اینجا هم 27، 27 منهای 12 چند میشه؟ 15، 15 منهای 2 چند میشه؟ 13. پس اف بریم 3 جوابشون چنده؟ 13. خب این هم هست. با توجه به مشتق پذیری که یه چند دقیقه پیش گفتم که با بچه های تجربه مشترک بود، شما سال 7 رو حل کنید بچه ها، بعدا حل منو ببینید. سال 7
میگه در تابعه f x مساوی با x2 واسه x های کوچکتر از 1 و ax به علاوه b واسه x های بزرگتر مساوی 1، مقادیر a و b را چنان بیابید که f بریم 1 موجود باشد. خب چند تا شرط داشتیم؟ دو تا شرط. شرط اول پیوسته باشن، شرط دوم مشتق چپ و راست با هم دیگه چی باشه؟ برابر باشه. شرط پیوستگی چیه؟ حد تابع x به سمت 1 کمتر باید مساویه حد تابع x به سمت 1 بیشتر و برابر چی باشه؟ مقدار اون تو نقطه باشه. خب 1 کمتر کدوم بالایی؟ جاگذاری کنم میشه 1. 1 بیشتر کدوم پایینی؟ جاگذاری کنم میشه a به علاوه b. f یکم که چی همین بس اینا با هم مساوی. ایه رابطه. خب من که نمیتونم یه رابطه دو تا مجهول حل کنم، یه رابطه دیگه چی لازم دارم؟ رابطه دیگه هم چی میشه؟ آقا مشتق ایناست دیگه، مشتق یک کمتر تو این قرار بده میشه 2x، باید مساوی چی باشه؟ a باشه، درسته؟ تو نقطه چند؟ 1. پس از اینجا a برابر چنده؟ 2. 2 به علاوه b شده 1، پس b من چی میشه؟ منفی 1. الان a رو به دست آوردیم هم بیرون. خیلی سوال خوب و قشنگی بچه‌ها، تو کنکور هم میدونم چی دارید با گزینه یه خورده الان شاید سخت تر بدن ولی همین روتینه. بریم سوال 8. خب سوال 8 میگه، میگه اگر f و g توابع مشتق پذیر باشن، f2 3 باشه، f بریم 2 1 باشه، g2 منفی 3 باشه، g بریم 2 2 باشه، مقادیر اینا رو میگه پیدا کنید. خب برای اولی f ضرب در g بریم 2، دو تا تابع دارن تا هم دیگه ضرب میشن، میشه مشتق اولی در خود دومی به علاوه مشتق دومی در خود اولی. خب f پریم 2 چنده؟ 1. j 2 چنده؟ منفی 3. j پریم 2 چنده؟ 2. و f 2 چنده؟ 3. 1 ضرب در منفی 3 میشه منفی 3، 2 3 تا هم چند تا میشه؟ 6 تا. جواب اولی میشه 3. حالا 1 جمع دارن میشن، بس میتونیم بگیم f پریم 2 به علاوه j پریم چند؟ 2. f پریم 2 چنده؟ 1. j پریم 2 چنده؟ 2. با هم دیگه جمع بشه چند میشه؟ 3. خب بریم سراغ سوال 9. میگه که نشان دهید نقطه‌ای به طول x مساوی منفی یک نقطه گوشه‌ای برای تابع fx مساوی با قدر مطلق x2 به علاوه x میباشد. بچه‌ها نقطه گوشه یعنی چه؟ نقطه نکتیز. ما میدونیم که نقطه نکتیز مشتق پذیر نیست. خب پس این داره ما چی میگه؟ میگه برای من ثابت کن که x مساوی منفی 1 مشتق نداره توی این تابع، یعنی مشتق پذیر نیست. خب چیکار کنیم؟ یه مشتق چپ و راست بگیریم با استفاده از تعریف مشتق. یعنی چی؟ لیمیت f x منهای f منفی 1 بر روی x منهای 1 x به سمت چی؟ منفی 1. یه بار منفی 1 بیشتر، حالا بعد یه بار منفی 1 کم. خب منفی 1 اینجا بذارم صفر میشه، فقط f x قدر مطلق x2 به علاوه x بر روی x به علاوه. حالا اینو بگم تعیین علامت کنیم، درسته؟ آقا این معادله درجه 2 دیگه. خب الان از یه x اگه فاکتور بگیرم یه x صفره، یه x شد چند؟ منفی 1. بیام جدول تعیین علامت بکشم براش، یکیش بوده منفی یکیش بوده صفر، اینجا میشه منفی، اینجا میشه مثبت، اینجا میشه مثبت. گفته منفی 1 بیشتر، منفی 1 بیشتر اینجا میفته، بس منفیه، درسته؟ این داخل منفی بشه چی در میاد؟ قرینش در میاد منفی x2 منهای x بر روی x به علاوه 1. حالا بیام از یه دونه منفی x فاکتور بگیرم میشه x به علاوه 1. x به علاوه 1 با x به علاوه 1 میره، چی مونده؟ منفی x ضرب در منفی 1 میشه مثبت 1. حالا بیام چی؟ مشتق چپ بگیرم fx منهای f منفی 1 بر روی x به علاوه 1 x به سمت منفی 1 کمتر. خب میشه x2 به علاوه x بر روی x به علاوه 1، حالا منفی 1 کمتر، صفر بیشتر به میده مثبت و خودش در میاد. از xش هم فاکتور بگیرم میشه x به علاوه 1 x به علاوه 1، با هم دیگه ساده بشن میشه منفی 1. میبینید که مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست، پس مشتق نداره تو نقطه منفی 1 نشون دادیم. اینم بنویسید که بریم سراغ سوال 10. سوال ده چی میگه؟ یه قضیه است. خب حالا تو کتاب های نظام قانونی که خیلی قضیه اینا واسه اثبات داشتیم، ولی حالا یه دونه اینجا داریم که
تو امتحان نهایی هم اومده. میگه ثابت کنید اگر تابع f در x مساوی a مشتق پذیر باشد، آنگاه تابع f در x مساوی a پیوسته است. خوب دقت کنید بچه ها، وقتی میگه f در x مساوی a پیوسته است یعنی چی؟ یعنی اینجا بنویسم لیمیت f x x به سمت a برابر چیه؟ f i دیگه، قبوله؟ خب بس من میتونم چیکار کنم؟ بگم آقا لیمیت f x منهای f a x به سمت a داشته باشم برابر چنده؟ صفر. قبولشون جاگذاری کنم میشه صفر دیگه، با هم دیگه چیه؟ برابر. خب حالا میتونم بیام اینو توی عبارت خنثی ضرب و تقسیم کنم. یعنی چی؟ یعنی f x منهای f a بر روی x منهای a ضرب در x منهای a. این دوتا با هم ساده بشن همینه دیگه، دخل و تصرفی که تو سوال ایجاد نکردم. خب حالا این تعریف چیه؟ مشتقه، درسته؟ این تعریف چیه؟ f بریم x تو نقطه چی؟ تو نقطه a دیگه، حالا بهش بگیم f بریم a. چرا؟ چون گفت اگر تابع f در x مساوی a مشتق پذیر باشه، یعنی موجوده. حالا جای x ها من اینجا a بذارم، چون اینجا گفته x مساوی a، x مساوی a، a منهای a میشه صفر، شده صفر ضرب در f بریم a که باز شده چی؟ صفر. پس به ما نشون میده که اگر x دو مساوی پیوسته باشه، آنگاه تابع f در x مساوی a چیه؟ پیوسته هم هست. اینو باید براش بنویسین. این هم از سوال 10. بریم سوال 11. آهنگ تغییر متوسط تابع fx x منهای 2x را در بازه 0 تا 2 و آهنگ تغییر لحظه تابع f را در x های مساوی 1 محاسبه کنید. خب fb منهای fa بر روی b منهای a. f b من کدومه؟ این b، این a دیگه، درسته؟ f 2 منهای f 0، 2 منهای 0 چند میشه؟ 2. f 2 چنده؟ 8 منهای 4 میشه 4. f 0 چنده؟ میشه 0 بر روی 2 شد 2، درسته؟ پس الان آهنگ متوسط من چند شده؟ 2. بریم سراغ آهنگ لحظه. آهنگ لحظه چی میگه؟ باید مشتق بگیریم. میشه 3x 2 منهای 2، جاش چند بذاریم؟ 1 بذاریم. 3 1 3 تا منهای 2 میشه 1. پس این شد آهنگ تغییر متوسط، اینم شد آهنگ تغییر لحظه. اینم از سوال 11. بنویسید سوال 12 رو خودتون حل کنید، یه تمرینی بشه برای حل منو ببینید. میگه مشتق پذیری تابع رو در نقطه x مساوی 2 بررسی کنید با استفاده از تعریف چی؟ مشتق. نگم شما باید بدونید لیمیت fx منهای f2 x منهای 2 x بره یه بار به سمت 2 بیشتر. خب این که 2 بذاری میشه 0 چی؟ اینجا شده x منهای 2، اینجا هم شده x2 منهای 4. 2 بیشتر به توان 4 بیشتر، منهای 4 میشه 0 بیشتر، مثبت خودش میاد بیرون. حالا اینو میتونم به صورت اتحاد مزدوج بنویسم، پایینم x منهای 2، این دو تا با هم ساده میشه. جای x ها چند بذارن؟ 2 بذارن. 2 به علاوه 2 چند میشه؟ 4. حالا به سراغ چی؟ مشتق چپ. خب اینکه صفره، 2 کمتر به توان 2، 4 کمتر، منهای 4 میشه 0 کمتر، قرینش میاد بیرون. پس همون اتحادو یه منفی کنارش میذارم، این x منهای 2 با این x منهای 2 میره، 2 بذارم اینجا جوابش میشه منفی 4. مشتق چپ و راست برابر نیست، پس مشتق پذیر نیست. بریم سوال بعدیمون. میگه مشتق توابع زیر را به دست آورید. خب مشتق بگیریم از این بچه ها. یه عبارت داره به توان 4 میرسه، 4 میاد پایین، 2x به علاوه رادیکال x با 4j 3 منهای 1 به توان چند؟ 3. حالا از خود این مشتق بگیرم میشه 6x2 به علاوه 1 بر روی 3 با 4j 3، اینجا از 1 3 منهای 1 میشه 2، مشتق عددم که چنده؟ 0. این شو قسمت اول. بریم به کوسینوس x بر روی x2 به علاوه توان که نداره، درسته؟ مشتق کوسینوس چی میشه؟ منفی سینوس x بر روی x2 به علاوه 1. حالا از خود این داخل پرانتز مشتق بگیرم، مشتق اولی، مشتق صورت در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت بر روی مخرج به توان
دو. این هم قسمت به ما. خب سوال 14 چی میگه؟ میگه آهنگ تغییر لحظه ای fx در نقطه x مساوی دو چند برابر آهنگ تغییر لحظه ای آن در نقطه x مساوی منفی 1؟ یعنی چی؟ میگه f پریم 2 چند برابر f پریم منفی 1؟ خب مشتق این چی میشه؟ میشه 4x به علاوه 5، اینم میشه 4x به علاوه 5. اینجا تو x های مساوی 2، اینجا تو x های مساوی منفی 1. خب 2 بذارم میشه 13، اینجا منفی 1 بذارم میشه 1، 13 برابر. تموم شد. حله؟ بنویسید بریم سراغ سوال 15. سوال 15 چی میگه؟ میگه مشتق تابعین رو با استفاده از تعریف مشتق در نقطه‌ای به طول منفی 1 به دست بیاریم. خب تعریف مشتق لیمیت f x منهای f منفی 1 x به علاوه 1 x میره به سمت منفی 1. خب f منفی 1 چند میشه؟ میشه منفی 1 منهای 2 میشه منهای 3. f x هم چی بوده؟ x منهای 2. حالا اینجا شده منهای 3، با این منفی چی میشه؟ مثبت. پایین هم که هست x به علاوه 1. خب میشه x به توان 3 به علاوه 1 x به علاوه 1. این اتحاد چیه؟ چاق و لاغر. x به علاوه 1 x دو منهای x به علاوه 1 بر روی x به علاوه 1. اینا با هم دیگه ساده میشن. حالا جای x منفی 1 میذارم، اینجا میشه مثبت 1، با 1 میشه 2، 2 1 چم میشه 3. حله؟ سوال 16 مشتق توابع مثلثاتی. آقا سینوس به توان 3x میشه 3 تا سینوس به توان 2x. مشتق سینوس چیه؟ کوسینوس x به علاوه 2 تا کوسینوس x. مشتق کوسینوس چیه؟ منفی سینوس x. این است پایینی. مشتق صورت 1 مشتق 0 منفی سینوس چی میشه؟ منفی کوسینوس x در مخرج 1 به علاوه سینوس x منهای مشتق مخرج عدد که صفر سینوس چی میشه؟ کوسینوس x در صورت بر روی چی؟ مخرج به توان 2. اینم هست. بریم سراغ قسمت پ. بنویسید نارو بریم سراغ قسمت پ. تانژانت 2x منهای 2 تا کوسینوس x. بچه ها تانژانت یک عبارت مشتقش چی میشه؟ میشه 1 به علاوه تانژانت 2 اون عبارت در مشتق اون عبارت. درسته؟ خب حالا تانژانت 2x میشه 2 تا اول 1 به علاوه تانژانت x. حالا خود مشتق تانژانت 1 به علاوه تانژانت 2x قبوله؟ خب مشتق x هم که یکی دیگه نمیخواد بنویس. منهای 2 که ضریبه کوسینوس x چی میشه؟ منفی سینوس. منفی و منفی میشه مثبت. این از این. این هم قسمت پ. بریم سراغ قسمت ت. مشتق اولی کوسینوس x در دومی کوسینوس 2x به علاوه مشتق دومی کوسینوس 2x چی میشه؟ میشه منفی سینوس 2x. حالا مشتق خود 2x چی میشه؟ 2 در اولی سینوس. حل اینم. بریم سراغ سوال 17. میگه جای خالی رو با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. مشتق این در نقطه به طول 1 روی منحنی عدد چیه؟ خب مشتق بگید 1 بر روی 2 رادیکال عبارت در مشتقش. جاش چند بذاریم؟ 1 بذاریم. 2 1 2 تا منهای 1 میشه 1، رادیکال 1 1، 2 با 2 ساده میشه، جواب میشه 1. از عدد چی رو نشون میده؟ 1 رو نشون میده. خب اینم از سوال 17. بریم سراغ سوال 18. خب با در نظر گرفتن نمودار F در شکل سوالات زیر پاسخ دهید. طول نقطه‌ای که مماس در اون افقی است. مماس در اون چیه؟ افقیه، یعنی شیبش صفر دیگه. کجاست؟ آ. طول نقطه‌ای که مشتق در اون مقداری منفی است. مشتق در اون چیه؟ مقداری منفیه، چون رو به چیه؟ پایین. پس میشه D. طول نقطه‌ای که تابع در آن مشتق پذیر نیست. تو نقطه شکستگی مشتق پذیره، چون مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست. پس اینم میشه B. اینم از سوال 18. بریم سوال 19.
مشتق توابیزی را به دست آورید. خب مشتق صورت چی میشه؟ میشه 2x در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت بر روی چی؟ مخرج به توانه 2. بریم قسمت به آقا اول توانش کوسینوس 2 منفی 3x بره میشه 2 تا کوسینوس منفی 3x بله به 1. حالا خود کوسینوس مشتقش چی میشه؟ منفی سینوس منفیشو اینجا میذارم. خود داخل پرانتز مشتقش چی میشه؟ منفی 3 با این منفی چی میشه؟ مثبت. نه از قسمت ب. 20 گفته درست یا نادرست بودن عبارت زیر را تعیین کنید. نه اینو پاک کنم که اینو باید بیاریم بالا باید بیاریم پایین. بد سوال افتاده تو پاورپوینتمون. گفته که اصلا من اینو دارم اینجا درستی یا نادرست بودن عبارتی در شکل روبرو شیب خطوط مماس در نقطه آبی مثبت است. آقا نقطه آ کجاست؟ اینجاست. نقطه بی اینجاست. نقطه بی مماس رسم کنن رو به بالاست. نقطه آ مماس رسم کنن رو به چیه؟ پایینه. پس بی من مثبت، آ من منفی. تو گفتی هر دو تا مثبتن، غلطی. حالا جای خالی رو پر کن. با توجه به شکل روبرو شیب خط مماس بر منحنی در نقطه فلان بزرگتر از شیب خط مماس بر منحنی در نقطه B است. خب آقا این نقطه B. حالا کدوم یکی از A و C شیبش بزرگتره؟ خب معلومه A بزرگتره دیگه. ناکن شیب C کمتر از A. پس اینجا نقطه چی میمونه؟ A میمونه. خب بریم سوال 22. خب سوال 22 چی میگه؟ میگه با توجه به نمودارش گزینه ها رو انتخاب کنید. خب این نمودار رو بیاریم بالا. چی میگه؟ میگه در کدام نقطه مماس افقی بر نمودار رسم شده؟ B یا E؟ خب E رو ببین. مماسش اینه. B مماسش اینه. کدوم افقیه؟ E دیگه. تموم شد. این اولی. حله. اینو حالا پاک میکنم که بتونم بیارم بالاتر. حالا ببین سوال بعدی چی گفته؟ شیب خط مماس در نقطه F چه علامتی داره؟ خب نقطه F رو ببین. خب چه علامتی داره؟ شبیه خط Y مساوی چیه؟ X دیگه. بس علامتش چیه؟ مثبت. الف میشه جوابش. درسته؟ خب سوال بعدی چی میگه؟ میگه F و P شبیه خط مماس بر نمودار در نقطه D نسبت به نقطه B چگونه است؟ خب نقطه D رو بیار. این نقطه D. میگه نسبت به B چگونه است؟ نها کن این منفیه دیگه، این مثبته. پس B بزرگتره دیگه. درسته؟ اگر از نظر این سوالی خورده مشکل داره، اگر از نظر منفی مثبتی بگه بی بزرگتره، ولی اگه از نظر شیب فقط بگه ای دی بزرگتره. چرا؟ چون شیبش بیشتر از بیه. حله؟ حالا شما میتونید واسه طراح اگر چنین چیزی سوال اومد توضیح بدیم براش. خب 23 گفته مشتق پذیری تابع مقابل را در نقطه x مساوی 1 چیکار کنید؟ بررسی کنید. خب اول پیوستگی لیمیت اف ایکس، ایکس به سمت یک بیشتر، یک بیشتر اینه میشه 4. لیمیت اف ایکس، ایکس به سمت یک کمتر باز میشه 4. مقدار اف ایک هم که شده 4. شرط اول پیوستگی رو داره. بریم سراغ شرط دوم مشتق چپ و راست. اف ایکس، اف بریم ایکس. خب مشتق راستش میشه 2 ایکس تو ایکس های بزرگتر از یک. مشتق چپش میشه 3 تو x های کوچیکتر از 1. الان جای 1 بذاری میشه 2، این میشه 3. پس مشتق چپ و راست با هم دیگه برابر نیست. پس نقطه 1 مشتق پذیر نیست. 24 گفته مشتق توابیزی رو بگیرید. خب مشتق صورت 2 در مخرج منهای مشتق مخرج، اینجا جا نمیشه بچه، اینو پاک کنم پایینش بنویسم. 2 در x منهای 2x2 منهای مشتق مخرج میشه 3x دو منهای 4x در 2x به علاوه 3 مخرجم به توان 2. حالا بریم این یکی. اول توان بیاد پایین. مشتق سینوس چی میشه؟ کوسینوس. عبارت رو مینویسم بعد. حالا مشتق عبارت هم 2x به علاوه 1 مشتقش چند میشه؟ 2. بین اینا هم همه چیه؟ ضربه. بریم سراغ سوال 25.
میگه نمودار تابع اف و جی در شکل مقابل در نظر بگیرید، آنگاه اچ ایکس اگه باشه اف ایکس بر روی جی ایکس، اچ پریم یک کدومه؟ خب اول اچ پریم ایکس رو به دست بیاریم، چی میشه؟ میشه اف پریم ایکس در جی ایکس منهای جی پریم ایکس در اف ایکس بر روی جی ایکس به توان چند؟ دو. حالا جاش چند بذاریم؟ یک بذاریم. خب اف پریم یک رو میخواد، جی یک، جی پریم یک، اف یک و اینم جی. خب دقت کن، این تابع اف درسته، اینم نقطه یک. برم اینا نمودار رو کجا قطع میکنه؟ اینجا. این اگه تتایی باشه، تانژانت تتا همون برابر چیه؟ شیب خط برابر چیه؟ مشتقمون، درسته؟ تو نقطه چند؟ تو نقطه یک. ارتفاع چند؟ دو. پایینش چند؟ یک. میشه دو یکم که میشه دو. پس اینجا شد چند؟ دو. اف بریم یک ما چند شد؟ دو. حالا بریم سراغ جی یک. خب جی یک بریم بالا چنده؟ این جی برخورد کنه میشه سه. حالا جی پریم یک بیام بالا برسم به یک، نگاه کن اینجا میام بالا برسم به یک، اینجاست. خب اینجا یه واحده، اینجا هم یه واحده، درسته؟ خب یک تقسیم بر یک چند میشه؟ یک. ولی چون ایگرگ مساوی منفی ایکس شکلش میشه منفی یک. اف یک چند میشه؟ اف یک رو بیام بالا میشه دو. جی یک چند بود؟ سه بود. سه به توان دو؟ نه. دو سه تا شیش تا، منفی در منفی مثبت، شیش به علاوه دو میشه هشت، میشه هشت نه. اش بریم یک هم بس شد هشت نه. بریم سراغ سوال 26. گفته درستی یا نادرستی عبارت زیر. میگه سرعت لحظه‌ای در تی مساوی دو برای متحرکی با معادله این برابر هفته. سرعت لحظه‌ای یعنی چی؟ مشتق بگیرم دیگه. اف بریم تی میشه دو تی به علاوه چند؟ سه. دو دو تا چهار، تا چهار به علاوه سه. بله درست. خب حالا با توجه به شکل 27 در شکل رو نمودار تابع اف ایکس و خط مماس در منحنیان در نقطه ایکس مساوی دو داده شده. این ایکس مساوی دو خط مماسشه، اینم نمودار اف ماست. ببینیم خود ما چی میخواد. خب گفته مشتق تابع اف ایکس در نقطه دو، این نقطه دوه بچه ها، درسته؟ خب این نقطه دو من بخوام مشتقش رو ببینم، اینم چیه؟ زاویه ماست. اینجا تتا، تانژانت تتا برابر شیب خط برابر با چی؟ مشتق این تابع تو نقطه چند؟ دو. خب طولش چنده؟ دو. ارتفاعش چنده؟ سه تا یک، میشه دو، میشه چی؟ دو دوم که شده یک، پس مشتق شده یک. به معادله خط مماس بر نمودار تابع اف در نقطه آ، نقطه آ چنده؟ دو سه. من میخوام معادله خط بنویسم. ایگرگ منهای ایگرگ صفر، ام در ایکس منهای ایکس صفر. نگاه کنم نقطه آی ما چنده؟ دو سه. پس ایگرگ منهای سه، امت که بوده یک، ایکس منهای چند؟ دو. میشه ایگرگ مساویه با سه برون و میشه مثبت سه، منهای دو میشه یک، میشه ایکس به علاوه چند؟ یک. اینم قسمت ب. خب سوال ما تموم شد بچه ها. دیگه برای رشته ریاضی هم سوالایی که تو این تا نهاییشون میومد سوالای خیلی مهم بودن، مشتق پذیری ها به خصوص مثلثاتی ها رو حل کردیم دیگه. امیدوارم ترکونده باشین دیگه، یعنی این ویدیوها رو که من آپلود کردم ببینید، یه مروری بشه براتون. فردا که امتحان دارید با خبرهای خوب، انرژی مثبت بیایم بیرون و مطمئنم که نتیجه خوب میگیریم با دیدن این ویدیو. بچه های ریاضی و بچه های تجربی هم که حدودا فکر کنم 8 تیر، آره 8 تیر امتحانتون هست، براتون کاربرد مشتق و تا قبل 8 تیر میذارم که اون موقع هم از اونها استفاده کنید. امیدوارم موفق باشید.